بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باز هم برادرای عزیز، همیشه در آغاز هر عمل خیر الله سبحانه و تعالی را شکر بکنیم که پروردگارا الحمدلله شکر که بر ما توفیق نصیب کردی که باز هم در این حلقه درس تفسیر قرآن ششتیم. در این درس ما به ادامه اونمو مشکلاتی که بنی اسرائیل داشتن، مشکلاتشان چی بود که وقتی برشان گفته شد که در این دروازه شهر با سجده داخل شوین و مغفرت از الله بخواین، اینا الفاظ تغییر دادن و به عوضش کلمات دیگه گفتن. مثل که امروز ما شما مشاهده میکنیم بسیاری از کسا امر الله هست که در مسجد آمدین عبادت الله را بکنین، ذکر بکنین، نفل بخوانین، لکن ما بسیاری وقتا متاسفانه در مسجد هم امروز ما متوجه شدم، دیدم بسیاری از جوانا داخل مسجد شیشته و قصه میکنن، نه تنها ثواب نمیگیرن بلکه سبب تشویش دیگران میشن. من نماز خواندم هیچ نفهمیدم که من چی گفتم. متاسفانه اینمی اشتباه و بدبختی هست که در جریان درس یا در جریان عبادت، مسجد جای عبادت است، اما دو نفر می کلگی نماز میخوانن، بعضی کسا نفل میخوانن، اینا قصه میکنن. یعنی وقتی در مسجد گپ زدن میشه، اینه می قسم که ثواب در مسجد زیاد است و کسی که در مسجد میایه نماز میخوانه اجرش زیاد میشه، به اینه می اندازه کسی که در مسجد اگر گپ دنیایی را میزنه و قصه میکنه و گپای بیجای میگن، به می اندازه گناهش زیاد است. یعنی بنی اسرائیل مشکلشان چی بود؟ برشان گفته شد که شما وقتی که در شهر داخل میشین، در بیت المقدس، شما حتاتون بگوین. حتاتون چی مانه؟ یعنی پروردگارم ما را ببخش، مغفرت بکو، سخنای نیک بگوین. و بر ما و شما چی گفته شده؟ که شما وقتی که در مسجد داخل میشین، اینجا در مسجد شما عبادت الله را بکنین، در مسجد نماز بخوانین، در مسجد تلاوت قرآن بکنین، در مسجد ذکر بکنین، و در مسجد اگر گپ میزنین، مثل که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر ستون مسجد یک نام داشت، یعنی هر ستون مسجد نبوی در حقیقت یک وزارت بود. اگر مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ستون تعلیم و تربیه میشیشت، صحابه میمدن پیشش درس میاموختن. ستون دیگه ستون عبادت بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از اون ستون که استاد میشد، صحابه میفهمیدن که اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبادت میکنه، کس پیشش گپ نمیده. ستون دیگهش ستون دیپلماسی بود. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم میفهمیدن که اینجا مهمانای خارجی میاین و ابتهامه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت میکنه. ستون دیگهش ستون قضا بود که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در ستون قضا میشیش، باز مردم قضایای که در زندگی شانه هست، دعوا و بعضی چیزا میمدن، این رو فیصله میکردن.
یعنی در مسجد، مسجد به اساس یک هدف بنا شده. در مسجد تعلیم و تربیت هست، درست ما شما ترجمه میخوریم یک عبادت است. در مسجد تلاوت قرآن میکنی یک عبادت است، ذکر میکنی یک عبادت است. اما کسمه گپای شخصی و بیهودی خود در مسجد میگن، عین امو مشکلاتی که بنی اسرائیل داشت، دی ما مبتلا میشیم. سر از اونا غضب خدا نازل شد، لعنت خدا نازل شد. خدای نخواسته آدم در مسجد داخل شود و برای با لعنت و با غضب خداوندی. بسیار خطرناک است و سخت است. کوشش کنیم که وقتی که در مسجد آمدیم از گپای بیهوده، چرا؟ حتی موبایل کسی که چالان می باشه گناه بسیار بزرگ داره، به خاطر از این که خود نماز خواندن گپ زدن از با خالق متعال. یک نفر در نماز خود سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک، این الفاظی رو به الله میگه که در عبادت است. یک دفعه ببینی صاحب از پالویش صدا میبره که بی بی شیرینه زیر گل، همی کل فکر و شادم طرف چی میره؟ طرف از او صدای موبایل است. یعنی نهایت بی‌ادبی هست که در داخل مسجد انسان وقتی که مسلمان در مسجد داخل شد فورا موبایل خود گل بکنه. اگر جای تیم دادن باشه، حالا گلکسی 5 ما هم دارم، یعنی میتونم خوب تیم بتونم. تمام وسایل تکنولوژی رو ما داریم به دسترسی خود، لکن آدم وقتی در مسجد میه حتی آستین خود باید بر نزنی. چرا؟ میگه آستین بر زدن نماز نخوان. چرا؟ میگه این عادت مردم های متکبر است. پس باید وقتی در مسجد آمدی آستین هایت جور میکنی، لباس هایت جور میکنی. بعضی کسا کت نیکر و کت زیر تنبانی و کت قتلون خود در مسجد میه، این بیادبی هست، بیادبی است. تو یک روز که زمی لباس های خود که تو در مسجد آمدی تو دمی خانه نماز بخوان، اما موبایل تبان پشت سر تو در عادت سجده سهل کنه که اندام تو عورت خود تنها بر زنها نیست، سر مردا هم ستر عورت فرض است. و لباس چسب بر زن و مرد مسلمان حرام است، لباسی که بدن انسان نشان بده. و لباس نازک، این پتلونه که سپورتیک است، این خصوصای اندام کلش نشان میده. یعنی در عبادت خداوند هستی و ملائکه نشان میکنه امروز با خالق متعال برهنه ملاقات کرد. No clothes، بدون لباس. لباس چسب، تنگ، نازکی، ناروا هست بدادن. از این خاطر آدم کوشش کنه. صحابه کرام وقتی که در مسجد میامدن برای عبادت عطر میزدن، لباس بسیار خوب میپوشیدن. یک کس پرسانش میکرد کجا میری کاری سوی؟ میگفت میریم با ملاقات خالق متعال. اگه تو پیش یک وزیر میری، پیش یک رئیس میری، پیش یک در یک مجلس میره، چقدر فیشن میکنی و چقدر لباس های تجور میکنی. و در اینجا باز که لباس های خوز های مویای کشال قوارش عجیب و غریب باز که آمد قصه میکنن. این اصلا آداب مسجد نیست که ما شما میکنیم. کوشش کنیم حداقل روز به روز با آداب مسجد خود عادت بتیم، با آداب مثلا ملاقات با خالق خود که چه قسم در مقابل خالق متعال با ادب استاد شویم، چه قسم الفاظ استعمال بکنیم و چه قسم سبب اذیت دیگران در عبادت و نماز نشیم. خب مشکل دیگه بنی اسرائیل چی بود؟ و اذ قلتم، و هنگامی که گفتین شما بنی اسرائیل، یا موسی بر موسی علیه السلام گفتن که لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر، ما هرگز صبر نمیکنیم، علی طعام واحد، بر یک قسم طعام غذا. ببینین امی بعضی کسا از دشمنای اسلام انگلیس ها تبلیغ کردن، میگه زبان عربی بسیار سخت است، English is very useless، Arabic is very difficult. دروغ میگن، Arabic is very easy، زبان عربی بسیار آسان است. حالا شما سعی کنین و از قلتم، و وقتی که قلتم گفتید یا موسی، ای موسی علیه السلام، لن نصبر، هیچگاه صبر نمیکنیم، علی طعام واحد، بر یک قسم طعام غذا. چندین کلمه است که با کلمات زبان دری ما و شما مشابه هست. از این خاطر آدم عربی و قرآن از زود یاد میگیره نسبت به انگلیسی. انگلیسی من کدام 30 سال است میخوانم، امیالا هم سپیلنگ نمیتونم کرده، لیکن عربی چند سال خواندم، حالا بسیار خوب میتونم گپ هم بزنم و قواعد داره، چون کلام الله هست، لذت هم داره، ثواب هم داره، آدم خوب دین هم میفهمه. اما تبلیغات برعکس شدن. باور بکنین من در خانه خود ترجمه درس میدم، دخترکم صنف 2 مکتب است، دیگر طفلکم صنف 4 مکتب است، دست پاره 9 رسیدن، بر راست ترجمه را خوانده میره. این اگه آدم علاقه‌مندی داشته باشه بسیار ساده هست، یعنی خوب میفهمه.
و اذ قلتم با انگامی که گفتید یا موسی ای موسی علیه السلام لن نصبر هرگز صبر نمیکنیم علی طعام واحد، خب گفت ما به یک قسم غذا، یعنی یک قسم غذایی که بر ما داده میشن به این صبر نمیکنیم، با این کباب مرغ. حال برای یک نفر که شما کی ببرید افطاری، خدام جوان پیدا شد مثلا بگید قاری صاحب شما وقت دو سه نفر بیاین کباب مرغ براتان آماده، ما چقدر خوشحال میشیم. خوب کباب مرغ سرخ کردگی و از طرف این مرغای که اینجا هست، خب مرغای کلش اکثرا مرغای شهید نگوین، کلمه شهید ایرمی هم حرام و ناروا هست، مرغای مردار بگوین، چون این مرغایی که اکثرا در بازار فروخته میشه اینجا در این کارتنامه در برازیل ما تحقیق کردیم و اونجا نشته از در پشتارش پرودکتید این برازیل، در برازیل و در برازیل کس الله اکبر نمیشناسه. قصاب پرسان بکنی بگوی که دوی بلیو، میگه یس آن وات، میگن آن مای بادی، و میگه من به بادی خود باور دارم، به خدا باور ندارم. از این خاطر اون قصاب ذبح هم میکنه، از این خاطر اکثر گوشت ها حرام است. لکن بعضی مرغایی که از که میگه ذبح شدگی آدم اینجا ذبح هم میشه او درست است. اینالیا گفتن ما با اینمی کباب مرغ و با اینمی شربت خوبی که است، نوشابه که از بارگاه الهی میاد، گفت طبعا نگم تو مزه خاص داره، لکن انسان هایی را که خدا زده به هیچ چیز قناعت نمیکنه. با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده هست. یا رسول خدا زده چی میکن؟ میگفتن که ما به اکتفا نم، یخرج لنا، خارج بکن برای ما، مما تنبت الارض، از آن چیزی که نبات میروین از زمین. تنبتو از کلمه نبات گرفته شده، یعنی از آن چیزی که نبات میکنن، نبات میروین از الارض و زمین. خب چی مثلا؟ گفت مثلا من بقله ها، از این چیزهای ترکاری باب، سبزیجات و قصای ها و تره و فوم ها. فوم بعضی ها میگن که مفسرین میگن که گندم ها میگن، بعضی ها میگن ثوم یا سیره میگن. و عدس ها، عدس هم یک قسم چیزهای زردک زردک بوده، چی میگن؟ مثل نسک واره، بله. و بصل ها و از پیازش، این چیزها را گفت بر ما بده. والا ما که اگه یک جای برم که اونجا کباب باشه، من این طرف قابم و نسک و راست سیلاب نمیکنم، لیکن یارو خدا شرمنده گفت صاحب برای ما اینی چیزا رو بیار. موسی علیه السلام قال، گفت برشان که اتستبدلون، آیا شما تبدیل میکنین؟ اتستبدلون چی مانا؟ آیا تبدیل میکنین شما الذی هو ادنا، او چیزی که بسیار کم ارزش است، این نسک و دال و عدس و یباخ در بازار که بیری 20 روپیه یک خلطه برات میده، این کبابی که یک خوراکش چند دلار است، از این چیز اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی، به او چیزی که هو خیر، بهتر است، ارزشش زیادتر است. خلاص موسی علیه السلام برشان گفت که اهبطوا مصرا، پایین برید، برید به شهر، فان لکم ما سالتم، پس یقینا هست بر شما در مصر ما آنچه که سالتم، هر چیزی که شما. و چون یا ناسپاسی کردن و ضربت و نوشته شد یا زده شد علیهم، بالایشان، الذلت و ذلت و خواری و ذلیلی و المسکنه و اونمو مسکنت و ضعف و ناتوانی، ذلیل شدن، در حالت ذلت و مسکنت قرار گرفتن. و با او و برگشتن به غضب من الله، با غضب الله، یعنی دچار غضب الله شدن. برشان چندین چشمه در صحرا جور شد از یک سنگ، 12 عینا که گفتنه، و برشان از آسمان ابر آمد و در پالوی ازی برشان از آسمان غذاهای بسیار خوب، دسترخان می کباب است، نوشیدنی هست، همه چیز، همش ناسپاسی کرد. گفت داخل شهر که میشن اقل بگو شکر خدایا، ایواز حتتون کلمات زشت دیگر استعمال کردن برخلاف آنچه که الله برشان گفت. و با او به غضب من الله، بازی جمعه که پس یا برگشتن به غضب الله. چرا این سرشان غضب الله نازل شد؟ سر یک انسانه که اونجا برشان عزت داده شد، اولادای پیغمبر بودن، کلشان اولادا و نواسای پیغمبر بودن، چندین هزار پیغمبر در فامیلشان تیر شده بود، چرا این غضب الله سرشان نازل شد؟ میگه ذالک، این همه غضب و لعنت، به انهم، به سبب ای که ایشان کانو بودن، یک فرونه به آیات الله،
که اینا کافر می شدن به آیات الله، می فهمیدن که یعنی امر الله هست، مخالف از او عمل می کردن. الله میگه نماز بخوان، این نماز نمی خوانن. الله میگه روزه بگی، این روزه نمیگیره. الله میگه با دشمنای اسلام با کفار دشمنی کو، این دوستی میکنن. الله میگه با دوستای اسلام با مسلمان دوستی بکو، این با مسلمان دشمنی میکنن. و به این شکل غضب الله سر زمین چرا نازل شد؟ به انهم کانوا یکفرون بآیات الله، اینا کافر میشدن به آیات الله. و یقتلون النبیین بغیر الحق، اینا قتل میکردن پیغمبران را بدون حق. ذالک اینمی غضب و لعنت الله که سر از اینا نازل شد. چرا؟ به ما عصوا، به سبب از اینکه اینا عصیان و نافرمانی کردن. الله برشان گفت که شما اطاعت بکنین از اوامر الله، اینا سه معصیت کردن. و کانو یعتدون، و بودن مردمای تجاوزکار که همیشه اینا تعدی و تجاوز میکردن، همیشه در هر حکم الله اینا یک گپ میکشیدن. امیل بسیاری کسایی که زیاد فلسفه میمرفن، والا سبی چرا اوتر است، والا سبی چرا اوتر است، والا سبی قسمتی قسمت فلانی فلانی گپ است، دمی هر گپ. حال مثلا بسته کردن ساعت دست راست خوب است یا دست چپ؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از راست پوشیدن خوش داشت یا از چپ؟ راسته، آستینی اول از راست داخل کنی یا از چپ؟ کرده دست چپ غذا بخوری یا کرده دست راست؟ کرده دست چپ میگه شیطان غذا میخوره و آب مینوشه. هیچ وقت باید کرده دست چپ غذا نخوری و آب ننوشی، عادت شیطان است. پس انسان مسلمان هر چیزی که دست راست خود میکنه. بعضی کسا رو بینید میام فلسفه میکنه، حتی از زبانش کلمات کفر میبره، میگه یک چیز بیهوده است. سبحان الله، روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا بیهوده یا ناشایسته کار ده؟ گزانت مسلمان وی کار شیطان میکنی، نامت ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. یک بعضی کساس کار شیطان هم میکنه، عمل شیطان هم میکنه، باز ما بسیار خوب آدم هستم. کجا خوب آدم هستی؟ الله برای توفیق نداده که یک سنت پیغمبر را تطبیق بکنی، وقتی که یک کس دیگه تطبیق میکنه با سوی سر از او اعتراض میکنه. عین سناریوی بنی اسرائیل، عین کلمات از اونا را چی میکنن؟ تکرار میکنن. از این خاطر میگن اینا چرا غضب الله سر از اونا نازل شد؟ ذالک بما عصوا، به سبب از اینکه معصیت کردن، نافرمانی الله را کردن. و کانو بودن یعتدون، که اینا تجاوز میکردن، از حد خود تجاوز میکردن. الله برشان یک چیز میگفت، اینا کار دیگه میکردن. ان الذين ان، اینجا وقتی که نون شد داشت، ای از کجا تلفظ میشه؟ از این باقیده از بیخی بینید بگی بگی ان، بگو ان 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 الذين، بخونیم زالگویا که تان جور نشده از نوک زبانتان، نوک زبانتان نگو بگی ان الذين. چون خوب قرآن شریف که همینطور خوبش خوانده شده، اما ملائکه هم بسیار لفظ نوشته میکنه. اگر باید بگید این لزینه، ملائکه هم یک لو درسه ایچ میخوانه. تو قرآن هم این قسم خوانده میشه، تو یک ذال یاد گرفتن هم میتونی. آدم باید قرآن شریف ها به لحجه عرب ها بخوانه. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل چیه که با تجوید بخوانی؟ و این فرض است، چرا امر است؟ امر است نیست. ورتل القرآن ترتیلا، خواندن قرآن با تجوید به لحن عرب فرض است. اگر به لحجه دری بخوانیم، اینجا هم ما ترک فرض کنیم. از این خاطر مد داره، شد داره. همین نمازهای تراویح بسیاری کسا قبول نیست. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اگر مولا دو چی خواندی؟ نشد در نمد در این تراویح هیچ قبول نمیشه. ملائکه میگه یک بیچاره هندوس تڑای خدای ناراض. همین اون دوره که صبح سیل کنه، نه یک کاسه که شیر گرفته. ما سابق ده میگه افغانان کابل اونجا زندگی میکرد، ده میجوی شیر باز یک گلاس یک قدر شیر میاوردن. اون دو صبح کی وقت از کارتی پروان از جای دور دور میامدن، باز گرد گردن بگوان گرنگ مرنگ 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 تا کده میرفتن. باز همون اوه چی میکردن؟ همون شیره در بین جوی منداختن. فیض نه؟ از این خاطر جوشیر میگفتن. بازی جو یک تک شیر میگرفت کلش سفید میشد، این تاپل محمود خان بازی را جوشیر میگفتن. صحیح نه؟ از این خاطر باز این مردم ها پدرهای ما که ما پرسار میکنم میفتیم پلار اقا مالدت سکه ای در خلق وای زوی هندوز تره خدای ناراض. این صبح که وقت از کارتی پروان تا به این جمعه پایلوچ میامدن یا مانده هستن خدا ناراض است.
مثل نمی تراوی خانه ما واره ده 20 دقیقه 29 رکات هم میخونه، این بیچاره مسلمان استره، خدای ناراض، هیچ قبول نمیشه. ما که در کتاب خواندیم، ما که در قرآن خواندیم، من که متخصص هستم ماستری و یای خدا مثلا در امی شریعت گرفتیم، این نماز در هیچ کتاب قبول نمیشه. هر ملایی که میگه قبول میشه دروغ میگه، هر کاری که میگه قبول میشه دروغ میگه. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله نماز فرضش با تراویح هیچ فرق نداشت، حتی در تراویح خوب طویل میخوان، الحمدلله رب العالمین، اینی شخص تلاوت خوانن و رسول اکرم صلی الله علیه و آله سر هر آیت استاد میشه. یکی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و آله در قرآن شریف خواندن چی است؟ سر هر آیت توقف میگه. ای که مثلا از الحمد تا ولد دالین در یک نفس میخوانه، این 100% مخالف طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و عبادت که به طریقه رسول الله صلی الله علیه نبود ابدا قبول نمیشه، هیچ قبول نمیشه. از این که دادم خوانگه که خود بخوانه اما تو اساس دار، او برش خوب از نظر به خواندن این قسم به عجله، به عجله. متاسفانه که در افغانستان ما یک دین نو برای خود ما مردم افغانستان جور کردیم، این در افغانستان یک نماز نو ساختن، این قسم نماز در هیچ مملکت نیست. من در کشورهای عربی رفتم، باور کنید در کشور عربی رفتم، این یک بچه حق بود، این قدر دم یک رکات من پایایم از شخ شد، چون ما عادت نداشتیم. این قرار اما استاد بود ریش سفید ها، دکتر سفید جوان است، از این که ریش سفید ای کاکار کرد، این امسنه ایسی عمود تو استاد بود، نیم ساعت یک رکات خوانده، بسیار خوبش. پس آن ما مایسا ایسا عادت کردیم. اما این قسمی ترایی من نفهم که از کجا آمده، ایر از اندونزی هم نیست، در مالزی هم نیست، از سنگاپور هم نیست، از جنوب افریقا، از کجا ایر آوردن به این شکلی که بربرانک، ایش در ایچ کشور دنیا نیست. یعنی شما برین دکتر صاحب در سعودی برین، مثلا من در بسیاری کشورها رفتم، حتی در کشورهای اروپایی، یک مسلمان نهاد از امریکا و اروپا مسلمان شد، ات تو نماز میخوانه ایران میمانی برش، سبحان الله، رکوع و سجده با بسیار ترتیب. یگانه سیستم خرابی که از در افغانستان است، من نمیفهم که چرا خود مثلا چی نمیشن. اگر چی کل علما میگن در کل مساجد، ما شنیدیم علما، مولوی صاحبا، قاری صاحبا همیشه بر مردم گفتن، ولی متاسفانه که اون اینمی سیستم چی دارن. خب اینا چی گفتن؟ ان الذين يقينا كسانه که امنوا ایمان آوردن، والذين و کسانه که هادو یهود شدن و نصارا و نصرانی شدن، و صابئین و کسایی که یک قسم صابئه می گفتن، اینا هم یک فرقی بودن که با نصرانی ها نزدیک بودن. من کسی که امن ایمان بیاوره بالله و الله و الیوم الاخر و روز آخرت و عمل صالحا و اعمال صالحه بکنه، فلهم اجرهم عند ربهم. یعنی اینجا در آیات شریف والله اعلم، یعنی ای که مثلا یک نفر بگه که نام خدا یهودی بانه یا نصرانی بگویه یا صابئی بگویه یا مؤمن بگویه یا مسلمان بگویه، این کلمات است، لکن اصل چی هست؟ اصل چی هست؟ که انسان به الله ایمان داشته باشه، ولو که نامش هر چی باشه، به الله ایمان داشته باشه، به پیغمبرای الله ایمان داشته باشه، به کتابای الله ایمان داشته باشه، و این نام ها مانی از این نشه که این کتاب قبول دارم، این کتاب قبول ندارم. او یهودیه که در اصل یهود بوده، وقتی که عیسی علیه السلام آمد به او ایمان آورد، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمد به او ایمان آورد، به تورات، به انجیل، به قرآن، به کلش ایمان داره، این انسان خوب است. اما او کسی که میگه نه صاحب، من این کتاب قبول دارم، این کتاب قبول ندارم. حال ما و شما مثلا وقتی که مسلمان هستیم، وقتی که نام موسی علیه السلام در قرآن آمد، ما بدون شک به پیغمبری موسی علیه السلام یقین داریم، چرا در کتاب ما هست. اناله اگر ما غرور و تکبر بکنیم بگیم نه والا سلام، من محمد صلی الله علیه و سلم قبول دارم اما موسی علیه السلام قبول ندارم، پس ما هم مرتد میشیم، ما هم مسلمان نیستیم. و به می شکل اگر یک کسی یهودی است و یا نصرانی است بگه مثلا موسی علیه السلام قبول دارم، من عیسی علیه السلام قبول دارم، محمد صلی الله علیه و سلم قبول ندارم، من تورات قبول دارم، انجیل قبول دارم، من قرآن قبول ندارم، این هم مرتد است. بعد از نزول قرآن عظیم الشان باید به با کل کتاب ها ایمان داشته باشی، باید به با کل پیغمبر ایمان داشته باشی. اما ای که یک تعدادش قبول میکنم یک تعدادش قبول نمیکنم، این غلط است. آیه شریف میگه که ان الذين يقين کسانی که امنوا ایمان آوردن، والذین و کسانی که هادو یهود شدن و نصارا و نصرانی شدن، و صابئین و صابئی، من کسانی که امن بالله، در جمله از اینا ایمان به الله داشته باشن، و الیوم الاخر و روز آخرت ایمان داشته باشه،
و عمل صالحا. از جمله اعمال صالحه چی است؟ یقین داشتن و باور داشتن به کتاب‌های آسمانی و کلش و یقین داشتن و باور داشتن به تمام پیغمبرها هست. وقتی که و به امرایزی اعمال صالحه چی است؟ امون تقوایی هست که ایره وادار می‌سازه که به حق تسلیم شوم. الان چی میشه؟ فلهم اجرهم عند ربهم، بر از اینا اجرشان است به نزد پروردگارشان. ولا خوف و نیست ترس علیهم بالای از اینا، ولا هم یحزنون، اینا هم جگرخون نباشن. و یاد کنین هنگامی را که اخذنا گرفتم میثاقکم، باز بر از اینا میگه که وقتی که گرفتیم پیمان شما را، و رفعنا فوقکم الطور، یا یک قدر بدبخت بودن که حتی الله جل جلاله بالای سر از اینا کوی طور این قسم استاد کرد، گفت چپه کنم در سرتان، یا گفت نه پروردگارا ما تسلیم هستیم، اینمی که امر الله شد ما با کل ازی تسلیم هستیم. چی شد؟ و رفعنا فوقکم تو خودو بگیرید ما آنچ را که آتیناکم دادیم بر شما به قوه، خوب محکم بگیرین، ازی باید سرکشی نکنین. و ذکرو و یاد کنین ما آنچ را که فیه در آن است، لعلکم تتقون، شاید که شما با تقوا شوین. ثم سپس تولیتم، روگشتاندین من بعد ذلک، بعد از امی، بعد از اینکه حتی تعهد کردن با الله، بازم روگشتاندن میبن. فلولا فضل الله، پس اگر نمی بود فضیلت الله علیکم، برای شما فضل الله و رحمته و رحمتش، لکنتم من الخاسرین، شما می بودین از جمله خساره کردن. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. و اذ قلتم، و زمانی که قلتم، گفته شما یا موسی، موسی علیه السلام، لن نصبر، هرگز ما صبر نمی کنیم، علی طعام واحد، بر یک طعام واحد. فدع لنا، پس بخوای برای ما، ربک، از پروردگارت، یخرج لنا، که خارج کنه به ما، من ما تنبت الارض، از آن چیزی که می روین از زمین، من بقلها، از این سبزیجات، و قفایها، و از تره، و فومها، و از سیر، و عدسها، و از نسک، و بصلها، و از پیاز. قال، گفت، اتستبدلون، آیا شما بدل میکنید، الذی، آن چیزی را که هو ادنا، آن او بسیار پست، ضعیف از و پست است، بالذی، با آن چیز کم ارزش است، بالذی، با آن چیزی که هو خیر، و بسیار بهتر است و خوب است. احبتو، با این شوید مثلا در شهر، فإن لكم ما سألتم، پس یقینا است لكم، برای شما ما سألتم، آن چیزی که شما سوال کردید در آنجا. و ضربت علیهم الذلة، و زده شد علیهم برشان الذلة، ذلة و خواری و ضعف، و المسکنة، و ناتوانی و ضعیفی، و باو، و اینها برگشتن به غضب من الله، به غضب از جانب الله. ذالک، این عذاب و لعنت ها، بیان هم به سبب این است که کانو اینها بودن یک فرون به آیات الله، که کفر ورزیدن به آیات الله سبحان الله و تعالی، و یقتلون النبیین، و اینها قتل کردن انبیاء علیه السلام را بغیر حق، بدون حق. ذالک، این که از بما عصوا، به سبب این بود که اینها عصوا، نافرمانی کردن، و کانو یعتدون، و بودن اینها تجاوز میکردن. ان الذين يقين كسانه که امن و ایمان آوردن، والذین هادو، و کسانه که هادو یهود هستن، و نصارا، و نصرانی هستن، و صائبین، و بدینان هستن. من آمن بالله، من کسی که آمن ایمان آورد بالله، بر الله سبحان الله و تعالی، و الیوم الاخر، و برز آخرت، و عمل صالحا، و انجام داد اعمال صالح، فلهم اجرهم عند ربهم، پس یقینا برایشان است اجرشان عند ربهم، نزد پروردگارشان. ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، و نه خوف است برایشان، و نه هم یحزنون، غمگین هستند. و یاد که زمانی را که اخذنا گرفتیم ما میثاقکم، وعده شما را، و رفعنا، و بالا کردیم ما فوقکم، بالای شما اتورا، کوی تور را، خذو، بگیرید، ما آتیناکم، ما آن چیزی را که آتیناکم دادیم برای شما، بی قوتین، به قوت، و ذکرو، و ذکر کنید ما فیه، آن چیزی که در ای است، لعلکم تتقون، تا ای که شما پرهیزگار شوید و تقوا اختیار کنید. ثم تولیتم، بعد از آن شما روگردانی کردید، بعد از ذلك، بعد از این، فلولا فضل الله علیکم، پس اگر نمی بود فضل الله سبحانه وتعالی علیکم بر شما، و رحمته، و رحمت الله سبحانه الله و تعالی، لکنتم، یقینا که شما می بودید من الخاسرین، لکنتم، یقینا که شما می گشتید من الخاسرین، جمله تاوانیان و خسران کننده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، در آن وقتی که گفتین شما یا موسی، ای موسی علیه السلام، لن نصبر علی طعام واحد، هرگز ما صبر نمیکنیم با یک طعام،
فدعو لنا ربک یخرج لنا، پس تو طلب بکن لنا برای ما ربک از پروردگار کن، یخرج لنا خارج می شود، خارج می کند لنا برای ما، خارج کند لنا برای ما مما تنبت الارض از آن چیزی که می روید در زمین، من بقلها از سبزیجات و قطائها و پره و فومها از چی اینه و فومها سیر و گندنه و عدسها و نسک و بصلها پیاز. قال موسی علیه السلام فرمود اتستبدلون الذی هو، شما بدل میکنین از آن چیزی که هو ادنا و بسیار ناچیز است بالذی و چیزی که هو خیر و بهتر است، اه بیت مصر پس پایین شون شما در مشار، و ان لکم ما سالتم بیشک لکم برای شما ما سالتم و چیزی که شما سوال کردین، و ضربت علیه مضلت و المسکنت و زده شده علیه بربلای نا ذلت خاری را و المسکنت مسکین فقرا را و باء بغضب من الله و نازل شدن غضب الله تبارک و تعالی و غضب این غضب من الله از جانب الله تبارک و تعالی، ذلک این چنین بیانهم به سبب آن چیزی که کان بودن اینا به خاطر یکفرون به آیات الله این کفر میکردن به آیات الله تبارک و تعالی، و یقتلون النبیین بغیر الحق و قتل میکردن این نبیین را بدون غیر بغیر حق، ذلک مما عصوا و کان یعتدون این چنین و سببی که نفرمانی میکردن و کان یعتدون و بدون اینا تجاوزکار، ان الذين كسانان كي ان الذين بيشك كسانان كي امن ايمان آوردن و الذين كسانان كي هاد يهودي شدن و نصارى نصارانه شدن و صابين بيدين شدن، من امن بالله واليوم الاخر كسي كي ايمان آوردن به الله تبارك وتعالى در روز اخرت و عمل صالحا و عمل نيك انجام دادن، فلهم اجرهم عند ربهم فلهم برای آنها اجرون اجر است عند ربی مجانی الله تبارک و تعالی، ولا خوف علیه ولا هم یحزنون و نمی ترسن اینا، ولا خوف و خوف ندارن علیه بر بلا اینا، ولا هم یحزنون و نه اینا غمگین نمیشون، و اید اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، یاد کن در آن وقتی که گرفتم میثاقکم من عهد شما را و رفعنا و بالا کن فوقکم الطور بالای شما کوه طور را، خودو ما آتاینکم بگیرین از آن چیزی که آتاینکم ما دادم شما را، این به قوت و قوت و دکرو یاد کنین ما او چیزی که فی در امی چیز سخانه بود، لعلکم تتقون و تحقیق شما تقویدر می باشین، ثم تولید من بعد ذالک فلول و فضل علیک و رحمته لکونت من الخاسرین، ثم بعد از آن تولیدتون شما رو گردانی کردین من بعد ذالک بعد از وادیتون، فلولا فضل الله پس اگر فضل الله تبارک و تعالی نمیشد علیکم بر ولای شما و رحمته و رحمت الله تبارک و تعالی نمیشد بر ولای شما، لکنتم من الخاسرین شما میبینن از جمله زیانکاران. آمین. الحمدلله الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جانم فدای قرآن این گوهر جوانی، باشد برای قرآن باشد برای قرآن، فرزند نور دیده کلام حق شنیده، فرزند نور دیده کلام حق شنیده، جان و جهان خریده از درس های قرآن، از درس های قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، این گوهر جوانی باشد برای قرآن باشد برای قرآن، جانا ببین تو ما را بنگر ز ما صفا را، جانا ببین تو ما را بنگر
گرز ما سفارا.